حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در مورد افغانستان میگوید که در ملاقات ها میان وی و مقامات پاکستان روی برخی موضوعات مرتبط با افغانستان موافقه های صورت گرفته و این دو کشور همسایه با زودی یک بسته پیشنهادات را به طالبان ارائه می کنند. از سوی دیگر گذرگاه تورخم هنوز هم برای مسافرین مسدود است. جزئیات بیشترین تحولات در پاکستان را از همکارم مسکا صافی میشنویم که از پشاور با ماست. مسکا جان، ابتدا از وضعیت در گذرگاه تورخم آغاز کنین. وضعیت در این محل از چه قرار است؟ تشکر لینا جان. مرز تورخم پس از 4 روز اکنون بسته است و حاله و در هر دو طرف مرز بیش از 3000 لاری منتظر بازگشایی مرز بوده. البته روز گذشته بر اساس گزارش جیونیوز و همچنان منابع تورخم یک نشست بین مرزبانان پاکستانی و طالبان صورت گرفته که این نشست 3 ساعته بوده، ولی این نشست بدون اکمام نتیجه به اکمام رسیده. البته پاکستان در این نشست گفته که به هیچ راننده اجازه نمیدهد تا بدون ویزا و پاسپورت از مرز عبور کند. از سوی دیگر طالبان از پاکستان خواسته تا تختگیری نکند و به رانندگان اجازه بدهد. منابع میگوید که از بسته ماندن مرز به هر دو طرف خطرات اقتصادی هنگفت مواجه گردیده. از سوی دیگر میخوام یک موضوع را نیز یادآور شوم که وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان از اخراج 333 مهاجر افغان به افغانستان خبر داده. بله، ممنون و سپاس. در مورد ملاقات بین مقامات ایران و پاکستان در اسلام آباد چه معلوماتی داره؟ پس از وزارت خارجه پاکستان، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در صفحه اکسش بهتر نوشت و گفت که در این دیدار با مقامات پاکستانی دیدار کرده و گفته که صلح ثبات منطقه وابسته با صلح ثبات افغانستان می باشد. حسن کاظمی در اکسش نوشت و گفت که با همکاران پاکستانی توافق کرده که کشورهای همسایه افغانستان هسته اصلی گروه تماس بابر افغانستان تشکیل داده و پیشنهادات را هم به سرپرست حکومت افغانستان ارائه کردم. البته آقای قومی در این اکسش نوشته و گفته که این گروه تماس قابل گسترش می باشد و همچنین به نگرانی های کشورهای همسایه و جهان به شکل درست و گام به گام پاسخ خواهد داد. توافق بر این گروه تماس با همچنان پیشنهادات در فرض بلند میگوید که کشورهای همسایه افغانستان خواهان یک حکومت همشمول میباشد، ولی طالبان آن را مداخله در امور داخلی بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر که جزئیات تحولات مرتبط به افغانستان را از پاکستان با بیننده‌ها در میان گذاشتید. تشکر.